درود عزیزان دلم همراهان و همزبانان ارزشمند دکتر شبیر در این ویدیو میخوام در مورد خالکوبی یا تتو صحبت کنم آیا از دید پزشکی انجام خالکوبی بی خطره و اشکالی نداره؟ چه موادی در جوهر خالکوبی وجود دارن و آیا این مواد در لایه پوستی ثابت میمونن و یا در بدن حرکت میکنن و میرن جاهای دیگه ای؟ نظر سازمان غذا و داروی آمریکا در مورد خالکوبی چیه؟ آیا واقعا اگر تتو کنید دیگه نمیتونید خون بدید؟ آیا اگر تتوتون رو دوست ندارید میتونید پاکش کنید؟ چه راه های پاک کردنی وجود داره؟ قبل از شروع این ویدیو لطفاً کانال دکتر شو رو سابسکرایب کنید، فعال کردن زنگوله، لایک و کامنت انگلیسی رو فراموش نکنید. به اشتراک گذاشتن لینک این ویدیو برای دیگران مخصوصا کانال های خانوادگیتون کمک شما برای بالا بردن آگاهی و سلامتی جامعه خواهد بود سپاسگزارم از شما سوال اساسی اینه که خالکوبی چیه؟ خالکوبی یک علامت یا طرح دائمیه که با رنگدانه های خاصی درست به لایه دوم پوست شما تزریق میشه پس خیلی عمیق نیست و واقعا مهمه که عمیقتر هم نباشه معمولا از یک دستگاهی که مثل چرخیاتی عمل میکنه استفاده میشه و هر بار یک یا چند سوزن به طور مکرر پوست شما رو سوراخ و یک قطر جوهر تتو وارد پوستتون میکنن فرایندی که بدون بیهوشی با درد زیاد و مقدار کمی خونریزی همراهه برای یک خالکوبی بزرگ ممکنه تا چندین ساعت هم طول بکشه بنابراین خیلی مهمه قبل از انجام یک تتوی جدید این ویدیو رو نگاه کنید خوب فکراتون رو بکنید و با همه خطرات احتمالی و موارد ایمنی مهم آشنا بشید و فقط به این دلیل که میتونید در عرض چند ساعت صاحب یک تطوی خاص و با کلاس بشید تصمیم گیری ای نداشته باشید حالا آیا اگر تتو کنید دیگه نمیتونید خون بدید؟ سازمان انتقال خون ایران گفته معافیت از اهدای خون به دلیل انجام تتو دائمی نیست و افراد با سابقه انجام خالکوبی تنها دوازده ماه از اهدای خون معاف هستند. طبق تحقیقی که من داشتم در اکثر کشورهای دیگه هم به همین شکل هست سازمان غذا داروی آمریکا خالکوبی رو به عنوان یک آرایش دائمی میشناسه برای همین کنترلی در ترکیبات موجود در این جوهرها حتی در کشوری مثل آمریکا هم وجود نداره و از اون جایی که تولید کنندگان جوهر تتو دستور ساخت اختصاصی خودشون رو دارن و فرمول ساخت اون رو به عنوان حق مالکیت میدونن بر اساس قانون مجازن که مواد تشکیل دهنده محصولاتشون رو از عموم مخفی کنن و این موادی که در داخل این جوهرها هستن و من الان میخوام برای شما بگم بر اساس ساعتها تست آزمایشگاهی مشخص شدن شماره یک فلزات سنگین جیوه برای رنگ قرمز، سرب برای رنگ زرد، کادمیوم برای نارنجی و آلومینیوم برای رنگ سبز. شماره دو تتوهای جدید اکریلیک مطالعات سرطان حیوانی هم نتایج مثبت و هم نتایج منفی رو نشون دادن. یعنی در بعضی باعث سرطان شده و در بعضی دیگه خیر. همچنین جهش های پوستی دیده شده. پس باید حواستون به این نوع از تتو باشه شماره سه حامل های تتو که یک جزء کلیدی جوهرهای خالکوبی هستند اینها حلال هایی که به انتقال رنگ ها به زیر لایه پوستی کمک کنند. معمولاً الکل اتانول متانول آیسوپروپیل و گلیسرین هستند شماره چهار پلاستیک بله درست شنیدید با اینکه جوهرهای تتو در طور تاریخ از مواد معدنی و کربن موجود در طبیعت ساخته می شدن، اما خالکوبی های امروزی حاوی رنگدانه های مبتنی بر پلاستیک هستند. خیلی مهمه که پیش هر کس و هر جایی تتو نکنید مکانی که شما برای خالکوبی انتخاب می کنید باید مورد تایید و باید مجهز به دستگاه آتوکلیف باشه ای که ازش برای استریل کردن ابزار پزشکی در فشار و دمای بالا استفاده میکنند. تجهیزات مورد استفاده برای تتو کردن باید جلوی چشم شما استریل بشه. اصرار کنید که فرد تتو دستکش جدید دستش کنه. حواستون به سوزنی که استفاده میکنه باشه چون یک بار مصرفه و باید از بسته‌بندی مهرموم شده بیرون بیاد. باید تا جایی که ممکنه از ابزارهای یک بار مصرف استفاده کنه. برای همین واقعا باید افسوس خورد برای کشوری که درصد زیادی از مردمش تتو میکنن اما هیچ محیط قانونی و زیر نظری نداره. چون خالکوبی میتونه منجر به عفونت‌های باکتریایی بشه و چرک به وجود اومده میتونه به جریان خون راه پیدا کنه و باعث بیماری‌های بسیار تر بشه. اگر وسایل مورد استفاده برای خالکوبی آلوده به خون نفر قبلی باشن همین میتونه کزاز تبخال هپاتیت B و C و حتی سیفیلیس و HIV رو به شما منتقل کنه در حین انجام تاتو خطر حساسیت شدید مخصوصا به رنگ قرمز وجود داره که حتی میتونه تا آنافلاکسیس که تهدید کننده زندگی هم پیش بره چیزی که احتمالا در موردش نشنیدید مشکل با اماراییه و امکان درد، تورم و سوزش در حین انجام امارای وجود داره اکثر مواد موجود در جوهر تتو که به شما گفتم به عنوان کارسینوجن طبقه بندی میشن یعنی مواد سرطانزا پس سوالی که باید از خودتون بپرسید اینه آیا واقعا میخواید بدن خودتون رو در معرض چیزهای قرار بدید که به طور بالقوه میتونن باعث سرطان بشن؟ خب حالا اگر خالکوبی دارید و الان میخواید پاکش کنید چه راه های مختلفی وجود دارند. اولا من به شما توصیه میکنم که تقضیه بسیار سالمی داشته باشید تا مطمئن بشید که کبد شما سلامته و سیستم ایمنی بدن شما واقعا قویه چون کبده که بدن شما رو سمزدائی و این سیستم ایمنی بدن شماست که سلول های سرطانی رو از بین میبره برای پاک کردن تتو اولین مورد که خیلی فروش میره ولی کاملا بی کرمهای کرم های پاک کننده خالکوبی روش دوم که رایش ترین روش به حساب میاد لیزره اما لیزر یک درمان تک جلسه ای نیست و بین پنج تا ده جلسه زمان میبره چون لیزر جوهر تتو رو از بدن شما خارج نمیکنه که فقط اون رو به ذرات رنگدانهی کوچکتر خورد میکنه تا بدن شما این ذرات کوچک رو جذب و بعدش بسته به سطح سلامتیتون از بدنتون خارج کنه اینجاست که سیستم ایمنی شما بسیار مهمه روش سوم گزینه گرانتریه اما صد در صد رو پاک میکنه این روش جراحیه و انجامش به جای خالکوبی شما بستگی داره مشکلی که با این روش وجود داره باقی ماندن جای زخمه امیدوارم که اهمیت این ویدیو رو حس کرده باشید و تصمیم درستی بگیرید اگر کسی رو میشناسید که تتو داره و یا در فکر تتو کردنه حتما با ارسال لینک این ویدیو بهش کمک کنید عزیزانم حالا برای اینکه سیستم ایمنی خودتون رو قوی کنید باید سبک غذایی کتوژنیک رو یاد بگیرید ویدیو بالایی و ویدیو پایینی هم به شما سه ماده بسیار مهم برای سیستم ایمنیتون رو معرفی میکنه خیلی دوستتون دارم مراقب همدیگه باشید در یکی از این دو ویدیو میبینمتون